سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، سام سروی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و محقق و علاقمند به علوم عرفانی خصوصا شرق دور و تبت. در این ترک ادامه بحث جلسه قبل رو پی میگیرم. بحث ما در مورد تکنیک شاماتا یا نوعی در واقع مدیتیشن یا مراقبه از فرقه جوخچن ها در مکتب واجرایانا بود. در مورد شاماتا صحبت کردیم و از دوستان عزیز میخوام که اگر این ترک رو گوش میکنن حتما ترک رو اول رو هم گوش بکنن تا مفهوم براشون بیشتر باز بشه و روشن‌تر بشه. قبل از انجام دادن مدیتیشن شاماتا که در واقع نظاره تنفس بود و با نظاره تنفس ما به نظاره افکار خودمون می رسیدیم و به آرامش ذهن در نهایت می رسیدیم، قبل از اینکه هر گونه تمرینی رو ما در واجرایانا انجام بدیم، هر گونه مراقبه ای رو انجام بدیم، حتما باید یک پیش زمینه هایی رو در واقع داشته باشیم و ذهنمون رو آماده بکنیم و تحلیل بکنیم یک سری از خصوصیات رو تا بتونیم اون مراقبه یا مدیتیشن خودمون رو با انگیزه و با یک قصد درست و نیت درست انجام بدیم. در غیر این صورت اون جوابی رو که باید بگیریم رو نخواهیم گرفت. اما یک اصلی که بسیار بسیار بر روی اون در واجرایانا تأکید میشه بحث بودیچیتاست. بودیچیتا یعنی شفقت. قبل از این که ما هر مدیتیشنی رو انجام بدیم باید بتونیم بودیچیتا رو درون خودمون یا شفقت رو درون خودمون گسترش و بس بدیم. در غیر این صورت اون مدیتیشنی که انجام میدیم اون نتیجه‌ای رو که باید داشته باشه نخواهد داشت. ذهنی که شفقت داره آرزوی رهایی همه ذهنها رو داره و این طریق در واجرایانا بسیار در واقع مهم هستش و پرورش این شفقت و بس دادن و پرورش ذهنی که پر است از عشق. تا شما دارای صبر و گشادگی بیشتری بشین در خلق، در خو، در واقع مودتون و قدرت پذیرش ذهنتون بالا بره، ظرفیت احسان و نیکی شما افزایش پیدا کنه. شفقت در واقع اینجوری به شما کمک میکنه که مراقب خودتون و دیگرون باشین. آرزوی رهایی فقط برای خودتون نباشه، بلکه آرزوی رهایی تمام موجودات از رنج بهترین کیفیتیه که ذهن شما میتونه داشته باشه. میتونید در خودتون جستجو کنید که چقدر شفقت دارید. به خودتون فکر کنید. اول از همه ببینید که چقدر خودتون رو دوست دارید. بعد به والدینتون، به فرزندانتون، به دوستانتون، به اطرافیانتون. شادی فقط با داشتن شفقت و احسان به وجود میاد. اما اگر شما بهترین سعیتون رو هم بکنین و پیش زمینه شفقت و پرورش بودیچیتا رو در ذهنتون نداشته باشین، بی‌ثمر خواهد بود. شاید خیلی حرف کلیشه‌ای باشه، چون تمام در واقع مذاهب جهان، اخلاقیات ارائه شده در مکاتب مختلف جهان همگی بر احسان و شفقت و عشق تأکید می‌ورزن و دیگه انقدر ما این جملات رو شنیدیم که یک حالت کلیشه پیدا کرده. اما خیلی ها هم ناامید هستن از این که فایده ای نداره، حالا اگر ما هر چقدر هم شفقت داشته باشیم، عشق بورزیم، عشق بدیم، انقدر وضعیت جهان خرابتر از این حرف هاست که بهتره که به خودمون بیشتر بپردازیم تا بخوایم این عشق رو در واقع پخش بکنیم بین بقیه. اما مطلبی که ارائه میشه در مکتب تانترایانا و مثالی که زده میشه، زندگی رو مانند یک قایقی میبینه که این قایق میخواد از دریا رد بشه و یک طوفانی بسیار بزرگی در میگیره و امواج بسیار بالا میگیرن و بسیار خروشان و وضعیت بسیار خراب. اما یک شخص پیدا میشه که توی تمام این افرادی که داخل کشتی هستن آرامش خودش رو حفظ کرده. همین شخص در اوج این طوفان و مصیبت به دیگران انگیزش و آرامش میده.
وقتی شما شفقت داشته باشین، امیدی هست که دیگران هم امیدوار باشن و از رنج اونها کم بشه. رنج همیشه هست، هیچ کس نمیتونه کمک کنه، چون این در واقع کارمای مردم هستش. اینه که ما در واقع تقاص اعمالی رو که انجام دادیم بدون برو برگشت و بدون هیچ گونه بخششی حتما پس خواهیم داد، و این همون قانون کارما در شرق دور هست. هر عملی را عکس العملی است. اما شاکیامونی یا بزرگان دیگه در واقع متدهایی را آموزش میدن که چگونه میشه بکاهیم از این رنج. گرچه داریم کار ما رو پس میدیم، اما چگونه بتونیم بکاهیم از میزان رنجی که تجربه میکنیم. باید سعی کنید راه درست رو پیدا کنید تا به شادی حقیقی برسید. خیلی مهمه که طریقت رو بشناسید، راه حقیقی رو بازشناسی کنید. شادی به معنای اینه که شما در راه درست هستید، اما شادی بدون علت و معلول حاصل نمیشه. راه درست و طی طریق درست علت شادیه، و شفقت و عشق همون راه درسته، و این گسترش عشق و بودیچیتا در واقع شادی شما را افزون خواهد کرد. این صرفا یک فکر مذهبی نیست، این یک پایه و اساسه، پایه و اساسیه که همه بزرگان عرفان و خرد به اون اشاره کردن. اگر دارای ذهنی پر از شفقت باشین، در واقع به دیگران اجازه میدیم که دوستمون داشته باشن. وقتی به اونها عشق بدیم، این عشق به سمت ما برمیگرده، عزیز میشیم. اما خب چقدر ما با نزدیکان خودمون مهربان هستیم؟ با برادر، خواهر، همسر، فرزند، اطرافیان خودمون. به خودتون واقعا نگاه کنید. جغچنها اولین اصلی رو و اولین در واقع پایه‌ای رو که میگن نیکی کردن و احسان به اطرافیان و اون حلقه نزدیکی که دور بر ما هستن. چگونه ممکنه ما به حلقه نزدیک خودمون نتونیم عشق بدیم و نتونیم خشم رو و حسادت رو از بین ببریم و در مقابل اونها صلح و صبر نشون ندیم و بعد ادعا بکنیم که میتونیم به دیگران شفقت بدیم؟ پس بسیار مهم هست برای از بین بردن خشم و حسادت باید بودیچیتا رو تمرین کرد. بودیچیتا فقط صرفا شاید این ترجمه شفقت ترجمه خیلی سرسری و سطحی باشه. بودیچیتا از یک تهیت میاد. وقتی به ناپایداری دنیا میرسیم، به یک تهیتی میرسیم و در این تهیت یک شفقتی نمایان میشه. خیلی سخت انجامش، اما به هر صورت همه ما ذات اون رو داریم، همه ما ذات شفیق رو داریم و باید اون رو گسترشش بدیم. دانستن موانع کار جغچن هاست.